برادر او براش یک گودبای پارتی میگیره. ولی همون شب گودبای پارتی این هیولا به شهر نیویورک حمله میکنه و راب باید دوست دختر خودش را از دست این هیولا نجات بده، چون دوست دختر اون جای دیگه است. راب و دوستانش راهی ویرانه های نیویورک میشن برای پیدا کردن دوست دخترش. My name is Robert Hawkins. Approximately 7 hours ago, something attacked the city. You found this. If you're watching this, then you know more about it than I do. Beth? Beth, where are you? Okay, we cannot go into the middle of the city. We gotta get out of here. There's nothing you can do for now. You know what that thing is? Whatever it is, it's winning. Do you have any idea what's out there? I don't care what's out there. Listen to me. She's dying. Turn that camera. این فیلم 90 دقیقه است، تخیلی و از ریتینگ PG-13. یک فیلم ترسناک دیگه، The Orphanage. لورا دختر یتیمی بود که در یک یتیم خانه بزرگ شد تا زمانی که خانواده اونو اداپت کردن. بعد از چندین سال لورا ازدواج کرده، صاحب فرزندی شده و متوجه شده که اون یتیم خانه رو دارن میفروشن. به اصرار لورا همسر اون یتیم خانه رو میخره و اینا تصمیم میگیرن که این یتیم خانه رو نوسازی کنن و در توش زندگی کنن. Opens their eyes. زمانی که به مرمت و نوسازی اونجا میپردازن میبینن جای مناسبی برای زندگی نیست، مخصوصا وقتی که میبینن پسر بچه اونا یک دوست خیالی ترسناک داره و انگار که این واقعی هستش. The Orphanage. یک فیلم ترسناک دیگه، One Missed Call. بیت شاهد مرگ دوتا از صمیمیترین دوستاش بوده و جالب این که هر دو قبل از اینکه به قتل برسن سلفونشون زنگ میزنه و صدای لحظه مرگشون در سلفون میپیچه. That's your voice. That's you. Dying. Ever since that bizarre phone call, I keep seeing things. Leanne got a phone call and so did Shelly right before they died. هیچ کس این داستان عجیب و باور نمی‌کنه به جز یک کاراگا که اون می‌خواد به بت کمک کنه تا عامل اصلی به وجود اومدن این صداهای شیطانی رو پیدا کنه. The girl's right. There's got to be some kind of connection here. It's like you get a voicemail. Call came in 2 nights ago. You hear your death. They get in your head, Beth. And then you die. Look, these things work till they get in your head, Beth. این یک فیلم 87 دقیقه ترسناک هست، ریتینگ PG-13. John, it's me. Dad is losing his mind or something. I got a phone call. There's something wrong with him. The Savage. این فیلم در مورد خواهر برادری هست که سالیان سال از هم دور افتادن و از هم هیچ خبری ندارن. ولی نگهداری از پدر پیرشون باعث میشه که این دوتا همدیگر رو ببینن. برادر پیشنهاد میکنه که پدر رو به خانه سالمندان بفرستن. خواهر احساس عذاب وجدان میکنه. For John and Wendy Savage, that moment is now. Hi, Dad. Hi, Dad. Do something! There's a doctor. He's not that kind of doctor, Dad. I said my boy was a doctor. Doctor of philosophy. He teaches theater. Like Broadway? No, like theater of social unrest. Looks like the Unabomber lives here. The couch is actually pretty comfortable. Great. فیلم دراما 113 دقیقه و ریتینگ R. برنامه هلو هالیوود تهیه شده با حمایت مالی مشاورین املاک آوا. آواوی خوش زندگی
ارمغان ماست. نیلوفر هستم از برنامه هلو هالیوود، برنامه‌ای که توسط مشاورین املاک آوا خدمتون تقدیم شد. توجه شما رو به قسمت بعدی برنامه جلب می‌کنم. Hey you guys, we're Cherish and Hello Hollywood. سلام، مانی هستم با قسمت شایعات این هفته هلو هالیوود. چیس کرافورد، این ستاره خوشتیپ هالیوود که همیشه مورد بحث دخترای طرفدار هالیوود بوده، این هفته در نیویورک سیتی با دوست دختر جدیدش دیده شد و اون کسی نبود جز کیسی لین. کیسی در حالی ازش عکس داریم که اونقدر خوشحال در کنار چیس که امیدواریم این خوشحالی همیشه واقعی و دائمی بمونه. مردم حالشون به هم خورد از بس راجع به کیم کارداشیان و رجی بوش شنیدن، اما اونا حداقل باید خوشحال باشن فعلا یه دونه طرفدار رو دارن و اون کسی نیست جز خواهر کیم، کلو. کلو اخیرا مصاحبه با یکی از رسانه‌های گروهی داشته که عنوان کرده کیم یک انسان فوق‌العاده و استثنایی و بسیار هوش زیادی داره و همچنین رج بوش یه سیار آدم مهربونیه و این دوتا میتونن با همدیگه یه زوج بسیار خوب و مکمل همدیگه باشن. اون اظهار نظر کرده که مطمئنن این دو با هم ازدواج خواهند کرد، اما نه الان، مطمئنن در آیندهی نه چندان دور. مارک انتونی و جنیفر لوپز عنوان کردن که ما هیچ وقت تو ریالیتی شو شرکت نمی کنیم چون ما سپنسر هایدی نیستیم. در ضمن در ادامه صحبتاشو مارک اضافه کرد که ما اگه کافیه تو یکی از این شوهای تلویزیونی برنامه داشته باشیم و فردای اون روز تمام کامپنی ها شروع کنن به اسم جنیفر لوپز عطرهای خودشون رو تولید کنن و همین الان 8 کامپنی هستن که به اسم جنیفر لوپز عطر تولید میکنن و متاسفانه هیچ کدومم خوشبو نیستن و همینم باعث شده که جنیفر لوپز رو خیلی ناراحت بکنه. پاپاراتسی ها این هفته 5 ساعت پشت در رستوران منتظر بودن تا انجلینا جولی از خوردن سیر بشه و بیاد بیرون، حداقل یه عکسی بتونن ازش بگیرن. انگار به جای 2 قلو 8 قلو حامل است. تام کروز ستاره خوشتیپ هالیوودی آخرین هفته رو با بچه هاش کانر و ایزابلا به دیدن مسابقه LA گالکسی رفت و مطمئنن خیلی ها دلیلش رو میدونین چون دوست عزیزش دیوید بکام تو این تیم بازی میکنه. گویا به کتی و سوری دی آف داده بود و با بچه های خودش و نیکول کیتمن میخواست روز خیلی خوبی داشته باشه. سری بزنیم به خانواده سپیرس ببینیم اونجا چه خبره. فعلا اونا مشغولن که جمیلینا برای زایمان راحت حاضر کنن. مادرشون داره با عکسای گرافیکی به جمیلین یاد میده که چه تمریناتی رو انجام بده که بتونه بچهشو به راحتی به دنیا بیاره. مریتی هم که طبق معمول خبرای جنجالی هر هفتهشو داره و نمیخوام مثل هر هفته سر شما رو به درد بیارم و خبرای بریتنی. هفته پیش آنچنان غوغایی به پا کرد عکسای مایلی سایرس که واقعا دیدنی و شنیدنی بود. انی لیبوویتس عکاس معروف با گرفتن عکسهای لخت از مایلی سایرس بسیار سر و صدای همه رسانه‌های گروهی و نشریات رو در آورد، چه که مایلی 15 سال بیشتر نداره. حتی مجله نیویورک دیتیلز با چاپ عکس مایلی روی جلدش نوشته بود که شرم مایلی. برنامه هلو هالیوود تهیه شده با حمایت مالی مشاورین املاک آوا. آوا روی خوش زندگی ارمغان ماست. برنامه هلو هالیوود تهیه شده با حمایت مالی مشاورین املاک آوا. آوا روی خوش زندگی ارمغان ماست. Hi guys, welcome to Hello Hollywood. I'm Tiara Nowlin and I'm here with your top 10 music for the week.